بچه های عزیز پایه هفتم با فصل گرما و دما در خدمت شما هستیم. اول میایم دما رو برای شما تعریف میکنیم. دما چیه؟ میگیم دما کمیتی است که میزان گرمی یا سردی جسم را نشان میدهد. خب یه کمیته، کمیت اسکالر هم هست، عددیه. پس می نویسیم دما کمیتی عددی است و واحدش در SI کلوین می باشد. حواسمون باشه. دماسنج چیه بچه ها؟ دماسنج وسیله یه که ما باهاش می تونیم دما رو اندازه بگیریم. خب چند دماسنج شما میشناسین؟ انواع دماسنج ها، دماسنج جیوه‌ای، دماسنج الکلی، دماسنج پزشکی، دماسنج ماکسیموم مینیموم، تفسنج های نوری، ترموکوب، کلی دماسنج داریم. یه تعدادی رو امسال میخونین، یه تعدادی رو هم انشاءالله تو پایه دهم یاد میگیرید. دماسنج رو چجوری میسازن؟ یکی از بارزترین نمونه های دماسنجی، دماسنجی که این شکلی یک مخزن داره و مدرج شده، توش یه مایع وجود داره. حالا دماسنج مثلا معمولی که ما استفاده میکنیم، دماسنج سلسیوس، از 0 تا 100 درجه درجه بندی شده. در ساخت دماسنج ها باید چند تا نکته رو دقت بکنیم. اولا که این لوله دماسنج باید بسیار باریک و نازک باشه تا دقت بره بالا، انتقال گرما به سرعت انجام بگیره. مایع درون دماسنج، اینجا توی این مخزن یه مایع حالا یا الکل یا جیوه یا هر چیز دیگری، باید خالص باشه. فشار هوا هم باید یک اتمسفر باشه. بالای دماسنج اینجا، اینجای خالی، باید خلع باشه، چون اگه هوا باشه نمیذاره مایع بالا بره. نکته بعدی هم اینه که مایع دماسنجی که استفاده میکنیم تو دماسنج باید گرمای ویژهش پایین باشه. حالا جلوتر بهتون میگیم گرمای ویژه ویژگی جنسی اون ماده است. بعضی از اجسام گرمای ویژه هاشون بالاست، مثل آب، میتونن مثلا با انرژی های زیادی تغییر دمای کم انجام بدن، ولی ما میگیم گرمای ویژه مایع دماسنجی باید پایین باشه. چرا پایین باشه؟ تا با کمترین تغییر گرما بتونه تغییر دما رو نشون بده، نوسانات ناچیز رو نشون بده. اما انواع دماسنج هایی که شما باید بشناسید الکلی، جیوه‌ای و پزشکیه. هر کدوم از چند تا چند درجه رو نشون میده. تو فیزیک اصطلاحاً میگیم که گستره دماسنجیشون از چه عددی تا چه عددیه. میگیم دماسنجای الکلی از منفی 117 درجه تا 78 درجه رو نشون میده. همینجا یه چیز رو حواسمون باشه. ما با دماسنج الکلی نمیتونیم نقطه جوش آب رو اندازه بگیریم. چرا؟ چون آب تو 100 درجه میجوشه. اگر ما بخوایم تو 100 درجه اینو بجوشونیم، دماسنج رو بذاریم داخلش که میترکه، چون الکل تو 78 درجه میترکه. خب گستره دماسنج جیوه بیشتره، از منفی 39 درجه سلسیوس تا 357 درجه سلسیوس رو نشون میده. خب ما برای به دست آوردن نقطه جوش آب باید از دماسنج جیوه استفاده کنیم، چون تا 357 درجه رو نشون میده. دماسنج پزشکی هم که تو هر خونه الحمدلله پیدا میشه، از 35 درجه تا 42 درجه رو هم نشون میده، بسیار دقیقه، دهم درجه رو هم نشون میده. خب این از دماسنج. اما چجوری دماسنج رو مدرج میکنن؟ ببینید بچه ها، با استفاده از آب. ببینید اول این مخزن دماسنج رو میان توی ظرف پر از آب و یخ، مثلا اینجا آب و یخ قاطی باشه، این مخزن رو داخلش میذارن. مثلا مخزن مایع دماسنجی، این مثلا اینجا مایع دماسنجی وای میسته، اسم اینو میذارن صفر. بعد مرحله بعد میان یه ظرف آب جوش، آب خالصی که جوش اومده و داره بخار میکنه رو، دماسنج رو میذارن بالای سر این اینجا. خب این مایع تا این بالا میره، اسم این عدد رو میذارم مثلا 100 درجه سلسیوس.
بین 0 تا 100 رو به 100 درجه تقسیم میکنم. مدرج کردنشه. حالا میتونین متن کتاب رو بخونید، این رو بیشتر توضیح داده. من چون وقت کمه یکم با سرعت بیشتر میگم. اما رابطه بین واحدهای دماسنجی، ما چند تا واحد داریم؟ یکی سلسیوس یا سانتیگراده که میگیم مثلا 20 درجه سلسیوس، یکی کلوینه، یکی هم فارنهایته. کلوین البته مال سیستم SI. رابطه بین اینها چجوریه؟ میگیم که تی کلوین هست 273 به علاوه تتا درجه سلسیوس. اینو با تتا نشون میدن، اینو با تی نشون میدن، اینم با F نشون میدن. اما حواسمون باشه فارنهایت هست، فارنهایت هست 9/5 تتا درجه سلسیوس به علاوه 32. خب اینا رو باید بچه های من بلد باشین، این تبدیل ها رو باید بلد باشین. یه نکته همینجا براتون بگم، یادمان باشد همیشه دلتا تی با دلتا تتا برابره، یعنی اختلاف دما بر حسب کلوین با اختلاف دما بر حسب سلسیوس فرقی با هم نداره. یکی نکته بعدی، تغییر دما بر حسب فارنهایت هست 9/5 تغییر دما بر حسب سلسیوس. اینا توی تست خیلی به ما کمک میکنه. خب و اما یه مثال بزنم قبل از اینکه مبحث گرما رو بگم، یه مثال بزنم. مثلا یه مثال با یه رنگ دیگه بنویسم بچه ها. مثال دمای جسمی 100 درجه سلسیوس است، آن را به کلوین و فارنهایت تبدیل کنید. بچه های من اون طرف رو پاک میکنم، اونجا براتون تبدیل رو انجام میدم، خب اینجا براتون انجام میدم. گفته چقدر دما بر حسب سلسیوس باشه بچه ها؟ گفته 100 باشه. خب ما میایم میگیم که تمیز ترش کنیم رابطه ها رو که داریم. چی میگیم بچه ها؟ میگیم که تی بر حسب کلوین هست 273 به علاوه تتا درجه سلسیوس. تی مساوی است با 273 رو باید به علاوه 100 بکنم. 100 به علاوه 273 میشه 373 کلوین. خب اما فارنهایت چی؟ چند فارنهایته؟ میگیم فارنهایت هست 9/5 به علاوه 9/5 تتا به علاوه 32. همینجا 9/5 ضرب در 100 به علاوه 32. بچه ها این با این میشه 2180 به علاوه 32 نگاه کنین میشه 212 فارنهایت. این از این مسئله. اما میخوام یه مثال دیگه هم براتون بگم. مثال بعدی چیه؟ دمای جسمی را از 20 درجه سلسیوس به 100 و به 220 درجه سلسیوس میرسانیم. تغییر دما بر حسب کلوین و فارنهایت را حساب کنید. بچه های من، خب ما میگیم اول تغییر دما بر حسب سلسیوس رو بنویسیم. دمای نهایی منهای دمای اولیه. دمای نهایی 220، دمای اولیه 20، پس میشه 200 درجه سلسیوس. مگه ما نگفتیم دلتا تی با دلتا تتا برابره؟ پس دلتا تی یعنی تغییر دما بر حسب کلوین هم میشه 200 کلوین. اما تغییر دما بر حسب فارنهایت میشه 9/5 دلتا تتا، 9/5 200. خب اینجا میشه 40 4 9 360 فارنهایت. اینم از این مسئله، امیدوارم براتون جا افتاده باشه. اما بچه های من
یک مقدار کمی از گرما رو میگم، بقیه رو میریم تو قسمت دوم میگیم. گرما چیه؟ نوعی انرژی است که در اثر اختلاف دمای بین دو جسم مبادله میشود. مثلا شما دستتون سرد، از بیرون میای میری دست مامانتون میگیری، بعد میگی وای مامان تو چقدر گرمی. گرما از بدن مامان به بدن شما میرسه، به این میگن گرما. چجوری حساب میشه بچه ها؟ گرما از این رابطه به دست میاد. کیو گرمای، ام جرم، به سی میگیم گرمای ویژه، به جنس جسم مربوطه. دلتا تتا هم که اسمش هست تغییر دما. خب محاسبات عددیشون رو میذاریم برای قسمت دوم در پناه خداوند متعال.